در اصل ما مقامیم، ولی دیگه ما شناسنامه‌مون مقدمه. دامادمون استقلالی، قبلی که برن پرسپولیس این تلاش داشت می‌کرد که منو ببره استقلال. پرویز خان میگفت قضا می‌خوری این قاشقو تو هی نزن به این بشقابه. سر همین چیزا بوده که بازیکن‌ها همه اعتصاب کردن. بازیکن تمرین کرده اومد تو اتاق نشسته. دیسکو که نرفته که قراردادداری آدم کوچیکی نبود. لیدرای اون موقع اینجوری بودن دیگه. مایه می‌گرفتن می‌زدن. اون نمی‌دادی خودتو می‌زدن. ولی خب این شیطان رو درخشان کردی. اونجا دیگه تو رخکن گرفتن بقیه هم پاره کردن. هیچکی ندید. فقط اون یتیکه رو دید. مرتضی کرمانی مقدم هستن. یه سری خب ببین من خانواده‌ام سه تامون مقدمه. بقیه همه مقامن. من موقعی که تو دستگاه میشستیم اونجا اومدن خونه یه دزد اومده بود تمام چمدون مدونا رو برده بود و اینا. شناسنامه ما سه تا من و خواهرم و با یکی از برادرام اون تو بود. بعد که مادرم بنده خدا خدا بیامرز رفته بود شناسنامه رو گرفته بود، خب خیلی هم سواد و اینا نداشت دیگه. اینا مقام زده بودن این سه تا رو، مقدم زده بودن. این اصلا دیگه ندیده بود، نه دیگه اعتراض آورده بود. برای همین در اصل ما مقامیم، شناسنامه پدریمون اینا، ولی دیگه ما شناسنامه‌مون مقدمه دیگه. یه هر جا میشینم هم میگم مقدمم دیگه. حالا به نظر شما بگم مقام یا مقدم؟ من خب الان جوری بگم خب خیلی بد میشه دیگه. به هر حال من چون خودم خیلی پرسپولیسیم و خیلی تعصب دارم رو تیمم، ولی من دامادمون استقلالیه. دامادمون استقلالی، قبلی که برن پرسپولیس این خیلی تلاش داشت میکرد که منو ببره استقلال. با چنگیز هم رفیق بود دیگه. از طریق چنگیز ما رو برداشت. آقا گفتم بهش میگم بابا من دوست ندارم برم استقلال، بابا من پرسپولیس. گفت تو بیا حالا چند جلسه تمرین کن دیگه. ما رو برد خدا بیامرز پوریدری بود اون موقع. ما رفتیم اونجا چند جلسه تمرین کردیم، ولی بی میل. یعنی واقعا اصلا از جوش هم خوشم نمی اومد، چون اون موقع خیلی اصلا از جوونا استفاده نمی گرفتن، نه خود پوریدری ها، خود بازیکنایی که تو زمین بودن نمیذاشتن یه جوون بیاد. مثلا خب اون موقع یه ذره سنشون بالا بود دیگه، پرویز مظلومی بود و خیلی دیگه جوون راه نمیدادن. بعد من خودم هم مثلا میل نداشتم اونجا بمونم دیگه. تا یه هفته بعدش پوریدری من گفت مدارک تو بردار بیار و اینا، که من دیگه دیدم خیلی جدی شده. رفتم از تیم، رفتم و که بعدش رفتم پرسپولیس. بله در کل ببین خب یه دیسیپلینی هر مربی برای خودش داره، هر حال یه تفکراتی داره هر مربی برای خودش. مثلا پرویز خان میگفت قضا میخوری این قاشقو تو هی نزن به این بشقابه، شاید بغلی ناراحت بشه، شاید بغلی اعصابش خراب بشه. حالا یه سری چیزاش مثلا درست بود، یا مثلا نوشابه نمیذاش بخوری. بعد خب من فکر میکنم سر این چیزا که مثلا سر یه ساعت باید همه بیان، سر یه ساعت همین چیزی که الان خب تو تمام تیما هست، تیمای دنیا همه دست لباس میپوشن مرتب، سر یه ساعت باید بیان برن واسه غذا خوردن واسه تمرین. خب دهداری هم همین چیزا رو میگفت. حالا شاید یه سری چیزای دیگه بوده که من در جریان نیستم. حالا سر بیرون رفتن بازیکن‌ها و خرید کردنشون رو نمیدونم، تو ساعت‌های راحتیشون حالا چی بوده، گیر میداده یا نمیداده، اونو من در جریان نیستم. ولی من فکر میکنم خب سر همین چیزا بوده که بازیکن‌ها همه اعتصاب کردن و استفاده دادن. تو قطر که ما رفتیم بازی‌های سوم شدیم، اینا اومدن، آقای صالح نیا اومده بود فیشای تلویزیونا رو همه رو در آورده بود، فیشا رو در آورده بود، ولی من با چنگل درست کردیم فیلم من هم دیدیم. ولی این کارشون مثلا خب من تایید نمی‌کنم. بازیکن تمرین کرده اومده تو اتاق نشسته، دیسکو که نرفته که، تو اتاقش نشسته با تلویزیون نگاه کنه دیگه. بعد دیگه قطر هم دیگه بدتر از خود ایران دیگه، سانسور منصور هم داره دیگه، راحت بودیم. به هر حال بازیکن باید استراحت کنه دیگه، باید بشینه اونجا استراحت کنه، باید به هر حال تلویزیون ببینه. این واقعا همه ما رو ناراحت کرد، ولی خب احترام میذاشتیم به پرویز خان دیگه، چون همه دوستش داشتن. پرویز خانو انسان با اخلاق. یادم بازی با ژاپن بود تو آزادی، بازی دوستانه داشتیم با ژاپن، دو دو شدیم بازی. یادم یه گل من زدم، یه گلم فرش شد.
البته یه چیز واضحی بود، همه دیدن، ولی واقعا من خودم اونجا تو زمین بودم، ولی خیلی ناراحت شدم، خیلی، چون این آدم بزرگی بود، به هر حال دهداری آدم کوچیکی نبود، آدم بزرگی بود و خیلی خدمت کرد به فوتبال ایران، خیلی. یه سری بازیکن‌ها رو آورد که اصلا منظورش این بود که آقا همش پرسپولیس استقلال نیست، بازیکن‌های دیگه هم هستن تو ایران، جای گمنام که میتونین بیاریم، و اینم انجام داد. ولی اون روز من خودم واقعا ناراحت شدم، نه من، همه ناراحت شدم. به هر حال حالا تماشاگرا از جای حالا لیدرها پر شده بودن، یا لیدرهای اون موقع اینجوری بودن دیگه، مایه رو میگرفتن میزدن، پول نمیدادی خودتو میزدن. اون موقع اینجوری بود، الان هم همونطوره، فرق نمیکنه. الان لیدرهای ما الان همینن، اگر پول بگیرن تشویقت میکنن، پول نگیرن، پول نره تو حسابشون، همینو برات میدارن، همینو. ما خیبر خرم‌آباد بودیم، چهارمین بازی بود، من محسن هاشمی رو با همه گفتن برید. خاطر چی؟ خاطر اون لیدره. به محسن گفتم محسن پول بده بهشون، به اینا ماهانه بده. همه مربی این کارو میکنن، ندی برات میدارن. حالا کاری ندارم به این چیزا. یعنی منظورم اینه که اون موقع هم همینجوری بود، الان هم هست. الان هم لیدرها حرف اول رو میزنن تو تماشاگر. احتمال داره اولا اونا رو پر کرده بودن، یا چیزی بوده که به پرویز خان برف پرد کردن و اینا. همونجا بود پرویز خان دیگه استفاده داد و دیگه اصلا چند وقت بعدش هم فوت کرد. یعنی اومد بره طرف رخکن، هوادارا با برف زدن. بنده خدا رو حتی اون کلاهی که بود، کلاه رو میذاشت، حتی به کلاهش هم خورد، افتاد. و یعنی صحنه های خیلی بدی بود که من خدایی خیلی ناراحت شدم. الان میگم اصلا اصلا خورد یادم میفته. بازی بعد استانکو، البته استانکو من رو تعویض نکرد. استانکو اصلا نبود، کشورش بود. یه هفته حمید درخشان کمکش بود، یه هفته آره با درخشان بود. بعد اون بازی هم من خیلی خوب داشتم بازی میکردم. آره. استانکو یه روز قبل بازی اومده بود، یعنی خب بیشترش داد دست درخشان بود، ولی خب استانکو دخالت میکرد، ولی بیشتر حمید درخشان. بچه ها تو نیمکت میگفتن استانکو مخالف بوده که منو بیاره بیرون، بعد حمید درخشان خیلی اصرار میکرده بذار بیاریم بیرون و اینا، که اصلا خود من تماشاگرا همه اصلا موندن من موقعی که اومدم بیرون. البته کار من درست نبود، اصلا نباید این کار، باید من هم دست میدادم راحت میدادم نیمکت میشستم، اون دیگه نظر مربیه. ولی خب این شیطانی رو درخشان کرد دیگه. به هر حال سر اون یه ذره گیر دادن که آقا این بی احترامی کرده. بعد او آبدینی گفت بابا این اصلا بچه تو این خطا نیست، بابا اصلا این عصبانی شده این کاری کرده. خود آبدینی حالا درستش کرد، ولی به هر حال تو خاطر عزیزان میمونه دیگه. به هر حال اینا به این راحتی ول نمیکنن دیگه. بعد از اون بود که من دیگه پرسپولیس بازی نکردم، که دیگه تیم ملی نرفتم، که خود آبدینی اصلا دو جلسه منو محروم کرد که دیگه از بالا گیر ندن، یا مثلا یک سال محروم کنن، شش ماه محروم. سر نوشته که بعد من مثلا یخه پیرانم انقدر مثلا اینجوری کشیده بودم، یخهای اون موقع تنگ بود، بعد خیلی جنس بد، مثلا الان نیست یه بار میپوشن مینزن کنار، یه دستیگه میارن. اون موقع 10 بار مثلا تو 10 تا بازی یه پیرن میپوشیدیم. من خب عصبانی هم بودم دیگه، موقعی که منو تعویض کردن دیگه نرفتم طرف علی دایی، من نخوام از این ور اومدم، مثلا رفتم تو رختکن مستقیم. بعد همونجی که داشتم بدم پیرنم اینجوری کردم، یخش تا اینجا پاره شد. عکسش هم دارم، جوری عصبانی دارم میام، یخم اینجوری پاره است. بعد دیگه همینجوری رفتم تو رختکن، یه لغدم به یه خبرنگار زدم، پرتش کردم بنده خدا رو اونور که راه باز کنه. همینش سوپر. رفتم تو رختکن. اونجا دیگه تو رختکن که رفتم بقیه هم پاره کردم. هیچکی ندید. فقط اون یه تیکر دیدم. عقیب پیرانم پاره کردم، که بعدش دیدم صدای تماشاگر اومد بالا، گل خورد پرسپولیس و اینا، ولی بعد آفساید گرفته بود، که بعد مشخص شد که آفساید هم نبوده. میگفتن زرینچه ساند کرده، پاشازاده زده تو گل. میگفتن آفساید هم نبود. نبود درسته؟ خب دیگه، یعنی من تا موقعی که تو زمین بودم این دوتا نه نفوذ میکرد، نه اینم میرفت واسه سر زدن.